سرخط خبرها، حاکمیت طالبان فرو می باشد. یک مرد افغان به اتهام قتل همسرش در ایران بازداشت شد. درگیری خودی طالبان در فاریاب 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت. قتل یک نوجوان در بادخیز، طالبان 6 تن را بازداشت کردند. و ترس رهبر طالبان از فروپاشی حکومتش. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. درگیری خودی طالبان در فاریاب 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت. منابع محلی در فاریاب میگویند که درگیری خودی 2 فرمانده محلی طالبان در این ولایت تلفات بر جای گذاشت. منابع محلی در فاریاب به روزنامه 8 صبح گفتند که این درگیری چهارشنبه 30 جوزا در ولسوالی لوتلاش رخ داده است. بر اساس اطلاعات در نتیجه این درگیری 2 جنگجوی طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. درگیری میان اسماعیل فرمانده تولای و ملا زبیر ولسوال ولسوالی لولاش به وقوع پیوسته است. منابع دلیل وقوع این درگیری را قضیه ناموسی عنوان کردند. مسئولان محلی طالبان در فاریاب تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. پیش از این نیز درگیری های مشابه در میان فرماندهان طالبان رخ داده است. بر بنیاد اطلاعات سال گذشته نیز 2 فرمانده محلی طالبان در نتیجه یک درگیری خودی در ولسوالی پلچراغ این ولایت کشته و زخمی شده بودند. قتل یک نوجوان در بادغیز، طالبان 6 تن را بازداشت کردند. منابع محلی در بادغیز گفتند که یک نوجوان در این ولایت به گونه فجیع به قتل رسیده است. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که یک نوجوان چهارشنبه شب 30 جوزا در سایه صدکه از مربوطات شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز به دار آویخته شده است. این نوجوان به نام صداد حدود 20 سال سن داشته است. تا اکنون دلیل و انگیزه این رویداد مشخص نشده است. پسر حکمتیار نسبت به فروپاشی حاکمیت طالبان هشدار داد. حبیب رحمان حکمتیار، پسر رهبر حزب اسلامی، در حساب اکس خود در پیوند به سخنان ملا هیبت الله مبنی بر اتهام نگاشته که شاید عوامل زیاد باعث از بین رفتن حاکمیت طالبان شود. او 2 عامل را برجسته کرده است. 1. نخبه های افغانستان، روشنفکران، تحصیل کرده ها، نویسندگان، آنان که چند کشور را دیدن و از دنیای خارج از افغانستان آگاهی دارند و علمای راستین آگاه و دلسوز جهان اسلام، سرمایه‌داران، شخصیت های قومی و همه مخالف طالب و عملکرد آنان هستند و اینها هستند که ذهنیت مردم را سمت و سو خواهند داد، نه طالب. 2. نبود قوانین تا همه روابط و صلاحیت‌ها را مشخص کند. این سبب خواهد شد که همه روابط خارجی ناسالم و بدون تعریف داشته باشیم و هم در داخل صلاحیت‌ها و حوزه عملکرد افراد مشخص نباشد. به گفته او، وقت صلاحیت‌ها و حوزه عملکرد افراد نیز مشخص و تعریف نشده باشد، حتمی خواهد بود که شکاف بیشتر در بین آنان خواهیم دید. او تصریح کرد: من مطمئنم نه عقل می‌پذیرد و نه سنت الهی که طالب با چنین عمل کرده بتواند آینده روشن داشته باشد. همچنان حکمتیار به طالبان و مخالفان این گروه: مشکلات افغانستان را بدون تکیه به قدرت‌های بیگانگان حل کنید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به طالبان و چهره های سیاسی مخالف این گروه پیشنهاد داده تا گرده هم بیایند و مشکلات سیاسی افغانستان را بدون تکیه به قدرت‌های بیگانگان با تفاهم حل کنند. روزنامه دیلی شهادت مربوط به حزب اسلامی به نقل از گلبدین حکمتیار نگاشته: به خاطر بیرون رفت از مشکلات سیاسی کشور، برای بزرگان محترم حکومت و همه سران محترم مخالفین افغان گرده هم بیایند و مشکل سیاسی کشور را بدون تکیه به قدرت‌های بیگانگان با هم تفاهم حل نمایند و عظیم کشور را شخصیت صالح و عالم انتخاب نماید. یک مرد افغان به اتهام قتل همسرش در ایران بازداشت شد. پلیس ایران اعلام کرده است که یک مرد اهل افغانستان به اتهام قتل همسرش در تهران، پایتخت این کشور، بازداشت شده است. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 31 جوزا به نقل از علی ولی پور فرمانده پلیس اطلاعات تهران گزارش داده
که فرد متهم چند ساعت پس از وقوع رویداد در جنوب این شهر بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات این مرد پس از استفاده مواد مخدر همسرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. به گفته پلیس فرد متهم در جریان تحقیقات به جرمش اعتراف کرده و گفته که به دلیل استفاده مواد مخدر به همسرش مشکوک شده و پس از درگیری او را به قتل رسانده است. بر بنیاد اطلاعات همسر این مرد به دلیل اینکه شوهرش از مواد مخدر استفاده کرده ناراحت شده و خانه را با فرزندانش ترک کرده است. مرد متهم برای اینکه خانمش را به خانه برگرداند به منزل خواهر همسرش رفته و پس از مشاجره لفظی او را به قتل رسانده است. گفتنی است که پیش از این نیز رویدادهای مشابه میان پناهجویان اهل افغانستان در ایران رخ داده است. ترس رهبر طالبان از فروپاشی حکومتش. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. طالبان از فروپاشی رژیمشان نگرانند. این موضوع در پیام ایدی ملا هیبت الله خنزاده رهبر این گروه نیز آشکار است. رهبر طالبان در این پیام که روز جمعه 25 جوزا منتشر شد از تمام شهروندان افغانستان خواسته است که برای حراست و پاسداری از امارات اسلامی اقدام کنند. در این پیام آمده است: مسئولیت مشترک همه ماست که حراست و خدمت نظام اسلامی خیش را انجام دهیم و به آن توجه داشته باشیم. این نظام به قیمت خون شمار زیاده شهدا یعنی کشته شدگان طالب، زحمت و قربانی های مجاهدین و مسلمانان مخلص به دست آمده است. اما طالبان شمار دقیق نیروهای کشته شده در جنگ را اعلام نکردند. رهبر طالبان بدون اشاره به نام کشور یا گروهی خواست از عامیانش خواسته است که دسیسه های دشمن را خونسا سازند و قدردان نظام حاکم و شرعی این گروه باشند و برای تقویت و استحکام آن دست به کار شوند. رهبر طالبان از تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواسته است که مناسبات سیاسی و اقتصادی در چارچوب شریعت اسلامی برقرار سازند. این نخستین بار نیست که ملا هیبت الله شهروندان اهل افغانستان میخواهد که برای دفاع از این گروه اقدام کنند. چندین بار مقامات عالی رتبه دیگر این گروه نیز درخواست مشابه داشتند. رهبر طالبان وقت از فداکاری نیروهای در جنگ یاد میکند که در طول جنگ طالبان هزاران شهروند بیگناه در حمله های مسلحانه، انفجاری و انتحاری این گروه کشته شدند. رژیم طالبان داشتن یگان انتحاری را میستاید و از موتر بم یعنی موترهای حامل بم، ماین‌های بشکه زرد و دیگر مواد انفجاری مرگبار به منزله ابرازهای جنگی در جنگ 20 ساله نام میبرد. ملا هیبت الله سیومین رهبر طالبان است. او پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ماه می سال 2016 به رهبری این گروه انتخاب شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.